خسته نباشی. باشه مرسی از وقتی که در اختیار رسانه طرفداری قرار دادی. تیم ملی بازی دوستانه انجام داد همین چند روز پیش، با 3 گل پیروز شدیم، ولی خب بعد بازی انتقادهای زیادی به سبک بازی تیم ملی وارد شد. نظرت در این مورد چیه؟ 3 گل زدیم، خیلی از موقعیت هم از دست دادیم، ولی خب من خودم از نیمه دوم زیاد راضی نبودم، ولی چون اصلا نباشید، ولی خب موقعی که ما 2-3 گل میفتی جلومونم، هم دقایق اول 100% یه خورده بعدا به خاطر اون شرایط بازی یه خورده شاید نتونیم که 100% کارمون رو درست انجام بدیم. همیشه همینجوری بوده فوتبال و این به نظر من یه اتفاق افتاد تو نیمه دوم و اینکه امیدوارم در آینده خیلی تمرکز رو بذاریم روی بازی ها و روی تمرینات. ما نما کنیم الان بازی های زیادی نداریم، ما همه حریف هم دارن 2 بازی میکنن، ما یه دونه بازی داریم میکنیم، باز تیم سوریه داریم بازی میکنیم. درست ما شاید هم دست کم گرفته باشیمشون، ولی خب اگه یه تیم خوب جلوی تیم ملی ایران قرار بگیره توی 1 ماه 2 بازی بتونیم انجام بدیم توی این فیفا دیگه که هر 1 ماه 1 ماه برگزار میشه، این خیلی به نفع بازیکن تمام میشه و خیلی به نفع تیم ملی میشه، چون خیلی هماهنگ‌تر میشه. ولی خب الان من میدونم زمان خیلی کم، انشالله که در آینده چیزی کم کسی نداشته باشیم. متاسفانه فیفا دیگه زیادی از دست دادیم به نظرم سردار، و فکر میکنم که خرداد ما که بازی داره برگزار میشه دیگه بازی دوستانه انجام نمیدیم و این خیلی بده. 100% و نمیتونم واقعا در این مورد چی بگم، تقصیر کیه تقصیر کی نیست، ولی خب ما باید تمرکزمون رو این بازی ها بذاریم، تمرینی که هست روبرو در آینده جلوم قرار میگیره باید انجام بدیم و نباید تمرکزمون رو از دست بدیم و امیدواریم که از همون مهمتر به جام جهانی بتونیم شروع کنیم. مهدی طارمی میگفت اگه جام جهانی نریم 30 سال عقب میافتیم، همینجوری که میگفت 20 سال عقبیم، 8 سال هم تو این 2 دوره جام جهانی. واقعا درست میگه، چون یه نسل قشنگ میسوزه. قطعا اگه تیم ملی بره جام جهانی خیلی از بازیکن‌ها دیده میشه، خیلی شناخته تر میشن، خیلی با کیفیت تر میشن، تجربه تر میشن، خیلی چیزای دیگه. سردار الان که جلوت نشستم یاد اون زوج طلاییت با مهدی طارمی میافتم، این یه بحثه. یه بحث دیگه هم این که چه تیم ملی با ثباتی داشتیم اون موقع، چند تا بازی مونده بوده بازی مقدماتی جام جهانی که به پایان برسه، ما صعودمون قطعی شده بود و فکر کنم اگه اشتباه نکنم بعد برزیل به عنوان تیم دوم از 32 تیم جام جهانی رفته بودیم جام جهانی، ولی حالا الان نمیدونم چرا اینجوری شدیم. به نظرت آدم هر موقع میتونه اشتباه کنه، حالا نمیدونم تصمیم شاید برای فوتبال ایرانش هم مناسب نبوده تصمیم قبلی رئیس فدراسیونمون. خب آدم ممکنه اشتباه کنه، ولی خب ما نباید تمرکزمون رو از دست بدیم. ولی خب ما نمیتونیم که تمرکزمون رو از دست بدیم. ولی خب ما باید تمرکزمون رو بذاریم. درست این اتفاق افتاده و امیدوارم در آینده بدونه، اما اگر به راحتی به جام جهانی صعود کنیم. سردار بحث بعدی در مورد میزبانی بحرینه. در تو بازی رفت دیدیم که چه حاشیه‌های عجیب و غریبی برامون ایجاد کردن، الان هم که بعد یه بازی دیگه تو خرداد ماه تو اوج گرما تو بحرین بازی بکنیم، نظری در این مورد چیه؟ یه تصمیم من نمیگیرم، نه زورم میرسه نه کاری، این باید رئیس فدراسیون باید پیگیر بشه این ماجرا رو، ولی خب ما میتونستیم میزبان این رقابت ها بشیم، ولی نمیدونم چه اتفاق افتاد که بحرین نیردن و ما باید تمرکز رو بزنیم فقط برای بازی. حالا میخواد هر جا میخواد باشه. به نظرت امکاناتشون خوب هست؟ حالا من زیاد اونجا نبودم و ندیدم واقعا، حالا امیدوارم که امکاناتشون خیلی خوب باشه. بازی رفت که بودی درسته؟ بله بودم، ولی خب چیزی ندیدم، فقط تمرین کردیم و رفتیم بازی کردیم دیگه، و
ولی خب نمونیم که بدونیم مثلا قطر کمپی بزنیم بدونیم امکانش خوبه یا نه. اگه بخوام با تروکوراس باشم، فضایی که بین اهالی فوتبال و رسانه‌ها داره ایجاد میشه و یعنی چیزی که داریم میبینیم اینی که به این تیم ملی زیاد امیدوار نیستش کسی، ولی خب روی توانایی بازیکن‌ها و روی توانایی فردی بازیکن‌های مثل تو و مهدی واقعا ما حساب کردیم. من و مهدی 100% با بازیکن‌های کناریمون میتونیم موفق بشیم. اگه اونا نباشن ما هیچی برابر اونا. ما هممون مثل یک برادریم و به هم دیگه کمک میکنیم. ببینید ما توی ایرانی ها متاسفانه قلب جنگجو الان خیلی کم شده، یعنی بجنگیم یه قوت قلبی بدی یا مثلا یه روحیه خیلی خوب بدی، ولی خب من خیلی امیدوارم. چرا نه، من خیلی امیدوارم و من میگم که آقا اصلا تیم اول ما صعود میکنیم. چرا نه، خیلی خوبه. ببینید اصلا ما همه این فوتبالیستی که من الان کنارم دارم بازی میکنم و من کنارشون دارم بازی میکنم همشون قلبای جنگنده ای دارن. اوکی ما حالا جلومون ما بحرین و چیز و عراقینا رو ببریم که نمیتونیم مثلا با برزیل که نیستن برامون. یعنی منظور اینه که این حس بین تمام بازیکن‌ها هست، چون دیروز که با مهدی صحبت می‌کردم با مهدی طارمی به نظر یکم ناراحت میومد، میگفت بعضی از بازیکن‌ها بدونن که اینجا تیم ملیه و خونه خاله نیست. شاید این حس رو برداشت کرده بود که بعضی از بازیکن‌ها اونقدر به تیم ملی اهمیت نمیدن. الان این موضوع قلب جنگنده بین همه بازیکن‌ها به نظر خودت وجود داره؟ همه ما 100% باید بدونیم که داریم برای کجا داریم بازی میکنیم، برای یه کشور داریم بازی میکنیم، برای یه مردم داریم بازی میکنیم. ولی خب من دوست دارم که همون مردم هم برای ما قوت قلبی بشن، نامید نشن. چرا ما باید نامید بشیم؟ اصلا نباید نامید بشیم. ما داریم جلوی بحرین و عراق، من جلوی بحرین و عراق بازی کردم، به خدا تاپ نیستم، والا تاپ نیستم. ما چرا اون موقع بد کار کردیم باختیم؟ چون ما برنامه‌ای نداشتیم. و شما حساب کنید روی اون بی برنامگی اونا چجوری ما رو بردن. اگه ما برنامه داشته باشیم 100% میتونیم اونا راحت ببریم. بابا اینا تیم‌های تاپ آسیایی واقعا نیستن، اینا قبول کنید. مثل ژاپن، کره نیستن اینا، با اینا میشه راحت چیز کرد، ولی خب یه برنامه‌ریزی می‌خواد. و اون من مطمئنم که با آقای اسکوچیچ میشه، چرا نشه. صحبت اسکوچیچ شد، میخواستم در مورد اسکوچیچ هم ازت بپرسم نظر در مورد اسکوچیچ چیه. خب نما کنین 3 بازی کرده، موقعی که من بودم و بوسنی بازی کردیم با ازبکستان و سوریه، 3 هم برد. خب ما الان بوسنی رو بردیم، الان مثلا سوریه. خب 100% تیم ملی نمیتونه همیشه تاپ لول بازی کنه مثلا، ولی خب ما سعیمونو میکنیم برای این تیم ملی کمک کنیم. آقای اسکوچیچ هم دوست داره اومده اینجا که خودشو نشون بده، اومده که بدون امکانات میخواد کار کنه برای ما، داره چیز میکنه برای ما، داره وقت میگذرونه. باز خدا رو شکر با این بحثایی که مطرح کردی به نظرم جای امیدواری هست. حالا خدا رو شکر هم تو مرحله مقدماتی جام جهانی قبلی، هم جام جهانی زوج تو و مهدی طارمی خیلی مورد تایید کارشناسا بودش و همچنین خیلی هم کارساز بود و برای اون کار رو خیلی جا در آورد. من به خوبی اون روزا رو تو یادم هست. در این مورد نظری داری در مورد زوجت با مهدی؟ چیزی من به شما بگم، ما وظیفه‌مونه. خب 100% دو تا فوروارد سال‌های کنارم بازی کنه، همدیگه رو می‌فهمن. خب منم مهدی هم خیلی همدیگه رو می‌فهمیم و امیدوارم که برای تیم ملی خوب کار کنیم. در مورد دوران باشگاهی چی سردار؟ من فکر می‌کنم دیگه به هر افتخاری که یه بازیکن می‌تونه تو لیگ روسیه بهش دست پیدا بکنه رسیدی. الان انقدر راحتم در زنیت، شاید دوباره اگه خودشون دوست داشتن باشون دوباره قرارداد بستن. همه چیز به خود زنیت بستگی داره، ببینیم در آینده چی میشه. من فعلا 1 از بازیامون مونده، خیلی هم مهمه و تمام تمرکزم برای قهرمانی این تیمه. میدونم که پیشنهادهای خوبی داری. من والا الان نمیدونم آقا، در مورد من ننویسن سویا در 2 به قرآن، من خودم خبر ندارم. حالا ننویسین اسم منو میخواین خراب کنین، این کارا خراب نکنین بهتره. یه خود بابا بفهمن این رسانه هم واقعا چی مینویسن دیگه. بابا الکی ننویسین خدایی همش، من خودم دیگه خسته شدم. یه دو قدمی سویا بابا، من خودم روحم خبر نداره، خود روحم به قرآن خبر نداره. یه بار خوابیدم پاشدم دیدم که دیدم نمیشه سویا داره 2 خریدن آزمون نکن ننویسیم. این یه بحثیه، ولی با توجه به بازی های خوبت تیم خیلی خوبیه، ولی خب من چرا باید الان دروغ بگم، قیافه میگیرم بگم آقا سویا من خب من اهل این کارا نیستم واقعا. خب نداده دیگه.
بحثی که هست اینه که هواداری فوتبال خیلی لژیونرها رو دنبال میکنن و تو چه تو بحث ملی چه تو بحث باشگاهی جز آماده ترین و بهترین بازیکنها بودی و خب این انتظار میره اون راه موفقیت که مهدی طارمی طی کرد رو تو هم طی بکنی. الان جایگاه خوبی داری ولی خب بالاخره تیمای مطرحتر و این حرفا. مهدی تیمش لیاقتشو داشته که به این سطح رسیده، خودش لیاقتشو داشته، خودش زحمت کشیده به این مرحله رسیده. خب صد درصد همه ما بازیکن‌ها تلاش میکنیم که بهترین موقعیت توی فوتبال داشته باشیم. مزاحم نمیشم، تبریک هم میگم، بالاخره سریک هم بچهش به دنیا اومد. مرسی، خبر خیلی خوب، کادو خیلی خوب، سال به خوبی برای من آغاز شد و امیدوارم که همه چیز بخ مراد برای این مردم عزیزم. دعای سال تحویلت چی بود؟ این مردم همیشه شاد باشن. دعای سال تحویلت برای شخصی یا دوران ورزشی چی بود؟ شخصی من امیدوارم از ته دل میگم این مردم رنج نبینه، این کرونا لعنتی بره واقعا، چون زندگی واقعا دیگه داره به تهش میرسه این بار برای ما، هرچی بدبختی داره میاد سر خودمون. دوبارم که همه شرایط خوب باشه انشالله، منم نه تنها من، همه فوتبالیستایی که دارن زحمت میکشن بهترین تیما بازی کنن، بهترین نتیجه رو بگیرم و امیدوارم که رو به پیشرفت بشن. سوال آخرم این که شنیدم امسال قراره داماد بشی، اینم آخرین سوال، قراره داماد شدن سردار رو ببینیم؟ فعلا خانواده گفته منفی و برم جوابشو بگیرم.